26 رجب سال روز وفات حضرت ابو طالب علیه السلام است. حضرت ابو طالب علیه السلام 35 سال پیش از ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی در خانه عبدالمطلب علیه السلام به دنیا آمد. تاریخ نویسان از شخصیت و جایگاه حضرت ابو طالب علیه السلام به بزرگی یاد کردند و در برخی احوالات ایشان آورده شده است. در روزی که اطعام می کرد، کسی از قریش اطعام نمی نمود و ایشان اولین کسی بود که در عصر جاهلیت سوگن در شهادت اولیای دم را بنا نهاد و بعدها دین مبین اسلام نیز آن را تایید کرد. حضرت ابو طالب علیه السلام پدر امیر المومنین علی علیه السلام پس از فوت حضرت عبدالله علیه السلام پدر پیامبر گرامی اسلام مسئولیت ایشان را بر عهده گرفت و به شهادت تاریخ به بهترین نه و از ایشان نگهداری و تا پایان عمر شریف خود ایشان را همراهی کرد عاقبت حضرت ابو طالب علیه السلام در حالی که با دیگر مسلمانان در شعب ابو طالب در محاصره مشرکان مکه بودند وفات یافت پیکر متحر ایشان توسط پیامبر در مقبره‌ای به نام حجون دف گردید که بعدها به قبرستان ابو طالب علیه السلام شهرت یافت این قبرستان نیز مانند قبرستان بقی دارای ساختمان و گمبده بوده که بعدها توسط وحابی های آل سعود تخریب شد شاین ذکر است به مناسبت سال روز وفات حضرت ابو طالب علیه السلام مرجعیت شیعه آیت الله العظما سید صادقه حسینی شیرازی مدظله درس خارج خود در روز 26 ماه رجب سال 1438 را تعطیل کردند و در بیت معظم الله نیز مجلس اعضای آن حضرت برپاست.